با درود خدمت آرمین عزیز، هموطن عزیزم. آرمین جان، شما فرمودید و دلخوری داشتید، گلگی داشتید که چرا امید دانا رو نقد نمی کنیم، که البته دلخوری و گلایه بسیار به حقی هستش، به جایی هستش. هموطن عزیز، ما تریبون نداریم که بخوایم ایشون رو نقد کنیم. این امید باقرخاله مزدور صادراتی، نقد کردنش بسیار ساده است و با استدلال، منطق، ارائه، سند به راحتی قابل نقد کردن و به چالش کشیدن است. ولی متاسفانه تریبون خیلی از ما جوانای ایرانی نداریم که صدامون شنیده شه، و از این جهت هم نمیریم کانال بزنیم، به این دلیل که بنده خودم رو البته عرض میکنم، معتقدم حالت شلوغی پیش میاد، حالت پراکندگی پیش میادش. صداهامون رو من معتقدم یک جا باید جمع کنیم، چند تا کانال مرجع داشته باشیم. اول مثل جمهوری بی خدایان، مثل رادیو مانی، اونجا بتونیم یکدیگر رو پیدا کنیم، اونجا فعالیت کنیم، بدونیم جامون کجاست، همگی پخش و پلا نباشیم، در دسترس باشیم، متحد باشیم، تفکراتمون رو بتونیم ارائه بدیم، برای یکدیگر روشنگری کنیم و از اونجا به جامعه منتقل کنیم. و از این جهت بود که تا حالا واقعا دست به کار نشده بودیم، از خودم میگم. ولی الان 2 تا 25 دقیقه در مورد فقط همین مبحث جریان تجزیه طلبی که 2 روز قبل برنامه‌اش رو پر کرده بودی، گذاشته بودی، 2 تا 25 دقیقه خود بنده در 1 ساعت گذشته ضبط کردم و سعی کردم با ارائه سند، مدرک، استدلال و منطق به چالشش بکشم، هم امید باقرخاله مزدور جمهوری اسلامی صادراتی رو، هم جریان تجزیه طلبی که نیمیش مهرهای خود حکومت آخوندی هستند و نیم دیگرشون هم که وابسته به بیگانه هستند و شعارهای دروغین پوچ بدون هیچ فلسفه اندیشه پشتش میان یه سری مقالطات بیان میکنن برای فریب قوم، قومیت‌های مختلف وطن. لذا من الان میخوام از شما بپرسم این 2 تا 25 دقیقه رو چجوری برای شما من بفرستم؟ شما زحمتش رو بکشی بگذارید داخل کانالتون، این 2 تا 25 دقیقه رو یه تلگرام اگه لطف کنی که بتونیم صوتا ویدیوها رو برات بفرستیم، چون 5 دقیقه 5 دقیقه نمیتونیم ضبط کنیم، 1 رو 20 دقیقه در مورد این مبحث باید بحث کنیم، استدلال، سند، منطق ارائه بدیم تا بتونیم جاهلان رو از جهلشون نجات بدیم، روشنگری انجام بدیم. سپاسگزار میشم ازت اگر یه راهکاری برای این ارائه بدی که صوت‌های بالای 10-15 دقیقه مون رو چجوری بدیم، ویدیوهامون رو چجوری بفرستیم، تدوین کنیم بفرستیم، خودت تدوینش رو زحمتش رو میکشی. این نکات رو توقع دارم ازت در برنامه بعدیت اعلام کنی که از این سردرگمی ما در بیاییم و بتونیم هرچی بهتر مطالب و روشنگری خودمون ارائه بدیم، نقد های خودمون ارائه بدیم و اجازه ندیم مزدورانی مثل امید باقرخال صادراتی بیاد مال ما، مال ما میهن دوستان، جلوی ما ادعای میهن دوستی کنه، در صورتی که بیشترین ضربه رو داره میزنه به وطن، بیشترین تفرقه رو داره میندازه و تمام تحرکاتش، سخنانش، گفتارش، اندیشش اصلا خود خمینیسمه، خود جمهوری اسلامیه. متشکر میشم ازت، جا داره باید زحمات تشکر کنم و واقعا بگم دمت گرم، کارت درسته، به امید آزادی وطن. سلام آرمین جان، من شهرام هستم از بندر عباس.
میخواستم در ارتباط با بحث تجزیه طلبی یه مسائلی رو مطرح کنم. عرضم به حضورتون که همون جور که خودتون بهتر میتونید، زمین متعلق به همه انسان هاست و اگر بخوایم حقوق بشر رو در نظر داشته باشیم، مفهومش این است که هر کسی باید مختار باشه که هر کجای زمین که دلش خواست زندگی کنه. البته این موضوع منافاتی با دموکراسی و حکومت‌های محلی نداره، ولی وقتی کسی با مبحث تجزیه طلبی موافقت می‌کنه، در واقع با این اصل که زمین متعلق و همه انسان‌ها می‌باشد داره به نوعی مخالفت می‌کنه. در واقع مفهوم تجزیه طلبی اینه که مردم هر محله‌ای مختارن برای خودشون قانون وضع کنن و بر اساس آن قانون از ورود دیگران به آن محله جلوگیری کنند، چیزی که در مورد کشورها و مرزبندی‌ها در حال کنونی وجود داره. من معتقدم که کسی حق نداره به واسطه اکثریت 50 به اضافه 1% از ورود دیگران به منطقه خاصی از زمین جلوگیری کنه. بر این اساس با تجزیه طلبی مخالفم. واقعا شما تصور کنید اگر مردم محله های پیرامون شما اعلام استقلال کنند و بر اساس استقلالشون بگن که شما حق ندارید به محلهشون ورود کنید و بر این اساس شما رو توی خونتون یا تو محلتون زندونی کنن، این یعنی حقوق بشر. پس وقتی مبحث تجزیه طلبی مطرح میشه، اون رو به مباحثی مثل حقوق بشر نچسبونید و منطقی هم نیست. متشکرم، خدا نگهدارشون. با سلام خدمت دست اندرکاران جمهوری بی خدایان. بحث تجزیه طلبی اینه که پیش من خواستم یه نظری من بدم، بنده حقیر. شما اول یه گلایه بکنم از جناب آقای نقابی عزیز. آقای نقابی، شما خیلی از بنده بزرگترید، از بنده 19 سال بزرگتر هستید شما، ولی اینو میخوام از شما به شما بگم که جناب آقای نقابی بزرگ، شما میگید که خب اگه خوشت نمیاد برید. خب جناب، این چه جور جمهوری به حساب میاد؟ شما الان حرف اون خانومه شدی که میگه هر کی از ایران خوشش نمیاد جمع کنه از ایران بره. خب این اون میشه که، حالا شاید عصبانی بودید، شاید جو بود، شما این حرف زدید، ما ندید میگیریم، ولی باید اینکه ما شما دوست داریم، شما لطفا ما رو دوست داشته باشید. این بحث تجزیه طلبی که پیمت تجزیه طلبی مثل سیگار کشیدن جلوی پدر مادر میمونه، از یه طرف برات خیلی ضرر داره و این پدر مادرت به خاطر اینکه قیم تو هست، به خاطر حالا حفظ آبرو، قیم، سلامتی، هر چیزی باید جلوی این کارتو بگیرن. چرا؟ چون به بدن خودت آسیب میزنی در بهترین حالت، چرا آبروی خانواده رو میبری در بدترین حالت، ولی همین خانواده موظف جلوی تو رو بگیره از سیگار کشیدن. این حرف جناب آقای امید دانا که من بعید اشتباه میکنم چجوری بگم، این حرف از دهنی ایشون در من خیلی عجیبه. اصلا یه حرف روشنفکرانه بود، گفت کردستان یعنی ایران، اصلا کرد و ترک و گیلکی معنی همه ایرانی، و این اصلا حرفش یه جورایی فراتر رفت از این روشنفکرانه داشت. این حرف خیلی جالبه. اما بعد شما هی میگین enlightenment، enlightenment یعنی روشنگری، نه روشنفکری، روشنگری، عقاید عصر روشنگری. شما وقتی این، یه مثال براتون بزنم برای فهم بهتر، بنده از کردستان زیاد اطلاع ندارم، من گیلانی هستم. داخل گیلان ما چای داریم، برنج داریم، گندم داریم، پرتقال داریم، سیب داریم، مناطق واقعا زیبایی داریم. اینو دیگه هیچ کجای دنیا فکر نکنم اینو رد کنن که گیلان یکی از زیباترین جاهای کل دنیاست. یه سرچ کنید داخل یوتیوب، بزنید گیلان و ببینید چند نفر آدم به انگلیسی، چند نفر آدم از خارج پا شدن اومدن گیلان، و باورتون نمیشه
چقدر اصلا سرمست شده بودن داخل گیلان، یعنی اون چشون از حلقه زده بود بیرون. خب این یعنی این، و حالا فکر کنید خب این چیکار میکنن داخل گیلان؟ خرید فروش میکنن، هیچی میخرن هیچی میفروشن و اینو انتقال میدن به داخل یوتیوب، اینو انتقال میدن به کل دنیا. پس چی؟ یعنی الان گیلان فقط گیلان نیست، گیلان الان نماینده ایرانه. وقتی گیلان جدا بشه از ایران، تجزیه بشه گیلان، جدا بشه از گیلان، خب به کل ایران ضرر میرسه. برای همین باید ایران راجع به گیلان تصمیم بگیره. این از این. و یه مثال دیگه میزنم اینکه چرا ما نباید بذاریم تجزیه صورت بگیره. ما نباید بذاریم، یعنی انتخاب، بحث انتخاب نیست، بحث نبایده. چرا؟ چون ما این کشوری داریم مثل بحرین. بحرین، این بحرین قبلا از کشور ما بوده، روز قلم روی ما بوده. اینا بعدا خودشون حالا بماند که دستیزه کار دستیزه کردن، آمار فیک اومدن، ما کار نداریم به این. ولی الان آمریکا اونجا لونه کرده، ما به محض اینکه حالا براندازی کنیم چه اتفاقی میفته؟ آمریکا خیلی راحت میشونه بیاد بر قدقد میکنه که الان خیلی راحت میشونه بیاد یه خورده دیگه از اراضی ما رو بگیره، یه خورده دیگه از نفت ما رو بگیره. همون بلایی که سر افغانستان و پاکستان آورد میشونه سر ما هم بیاره. برای همین نباید بذاریم تجزیه بشه، نباید بذاریم اتفاقات بیفته، نباید. یعنی حتی شده به زور، حتی شده به زور. من حاضرم بحث کنم حتی در این زمینه و همین دیگه. خیلی ممنون. و اینکه احساس میکنم امور دانا داره فیک کار میکنه، چون عجیبه، ایده عجیبه برای من. سلام، سلام آرمین عزیز. من آیدی قبلا هم خیلی وقت طولانیه که برنامه‌تو دنبال میکنم. خیلی متاسفم، خیلی متاسفم از این جماعتی که بدون درک، بدون تفکر، بدون اندکی فکر کردن فقط نظرهای ناجور میدن و قضاوت میکنن. لذت میبرم از این که میبینم اینقدر دقیق، اینقدر با منطق تجزیه و تحلیل میکنی موضوعاتی که حالا بیشتر ایدئولوژیک هستن و واقعا خسته نباشی، چون سخته. ببین جماعت ما، مردم ما متاسفانه به دلایل مختلف مدت هاست که دیگه حرف حساب زدن واسه شون کار آسونی نیست، کار سختی شده. و برای همینه که میبینی یه آدم بی خودی مثل امید دانا این همه شنونده پیدا میکنه، فالوور پیدا میکنه، بیننده داره، و فرض کنیم یکی مثل خود تو اینقدر زیبا صحبت میکنه، نباید بعد انتظار است که خیلی بیشتر از این حرفو دیده بشه. ولی متاسفانه اونقدری که واقعا ارزشمند هست ولی لیاقتش رو داره نیست و دیده نمیشه. من از این بابت خیلی متاسفم. موضوع دیگه این که حالا خوشحال میشم باهات صحبت کنم و با در تماس باشم. نمیدونم حالا چطور میتونم چیز کنم. آها، امید دان، اگه شماره چیزی ازش داری، شماره سلفون، البته این کار قشنگی نیست، میدونم، میدونم نیست، ولی چاره دیگه ای نداری، میدونی؟ چاره دیگه ای نداری. برای مدت خیلی طولانی اون موقع که جوانتر بودیم، بودم، ما اینا رو، اینایی که اینجوری بودن، این مدلی بودن رو پرانک میکردیم. و مثلا بعضی هاشون حالا زیادم شناخته شده نیستن، مثلا داور ویسه و افراد این چنینی، افرادی که داشتن توی محیط فضای سیاسی حرفای بی خود میزدن، چرت و پرت میگفتن، دنبال حرفای علکی بودن اینا. فکر میکنم بتونیم یه درس خوب به این امید دانا هم بدیم. من یه شماره برات میذارم، این شماره البته شماره فیک هستش که من روی واتساپ رجیسترش کردم.
اگر تونستی یه کانتکتی اونجا به من بده یا برای من اونجا پیام بفرست، شماره رو برات میخونم. اوکی، شماره هست، اگه تونستی اینجا شماره این مردک رو واسه من بفرست تا من بهت میگم چجوری میشه جلوی این آدم ها اینجوری وایسا. تو نمیشه با اینا حرف زد، یعنی اصلا نمیشه باشون برخورد داشت. یه متاسفانه بعد جور دیگه ای باشون روبرو شد. این دوستای گروهی که ما داشتیم و با اون سیستم پرانک جلوی افراد رو میگرفتیم جواب میداد. البته نه به صورت تهدید و اینها، به صورت در واقع با شیطنت. مراقبت کن، خیلی دوستت داریم، خیلی دوستت داریم، برنامات فوق العاده است. من بسیار طرفدار برنامات با عرفان جان کسری که از دوستان من هم هستن، با جناب آقای کیمیایی، دکتر کیمیایی عزیزم، و حسام نوزری عزیز، دکتر نوزری، و آقای دکتر نیاری. راستی مدت هاست از آقای دکتر نیاری خبری نداریم، اگر که آپدیتی چیزی داشتین بفرمایید. آقا مراقبت کنید، مراقبت کنید.